دیتابیسی ورود بکنیم. یه سری موارد هم مونده، اینا حالا میتونه حالت دیگه اضافه باشه، مثل فایل خونده. چجوری میشه یه فایل رو توی اصطلاحا PHP خون؟ یه فانکشنی داره به نام read file. فرض کنم میام اینجا یه فایل رو می درست میکنم، مثلا می‌نویسم data.txt یا txt، می‌نویسم مثلا first name داخلش، مثلا نظر آرمی father name علی چنان اچ سو ایمیل و تیت ساین یه همچه دیتا هایی رو ما اینجا گذاشتیم. آقا الان دیتا رو بزنیم اینجا بینیم همچه چیزی هستش. میتونی از کلمه کلیدی تواقید یه دیگه اکو رید فایل کنترل اسپیس بزنید ببینید چی کار میکنه برامون. اگر بیام اینجا رفرش بکنم ببینید دیتا رو خود یا در واقع از هر نوع فایلی رو شما میتونید اینجا رید فایل کنید و براتون برگرد. خب این یه نوع بودش که اینجا قرار گرفتش. یه نوع دیگه هستش که میتونید در واقع بیاید نوعش رو مشخص کنید. یه گزینه داره به نام فرض کنید اینجا متغیر دارم به این حالت، یه تابع دارم به نام fopen. این خب استفاده میشه مثلا فایلی رو شما بخواید از نوع تکست بخونید میتونید اینجا بیاید اگر اسمش رو وارد کنی فایل نیم دیتا تکست مودش رو مشخص کن رید رایت حالا هر چی و یا اینجا قرارش بدم این اور دای رو هم تو ذهنتون داشته باشید. دای چیه حالا بعد تو دیتا بیس هم بهش برسیم میگم دارم میگم که بیا برو همچین فایلی رو پیدا کن اگر بود بیا از توش بخون اگر نبود این اوره دای دای یعنی چی صفحه رو بکش یعنی اجازه نده یعنی هر چی خط کد بعد از این میاد دیگه اجازه نده اجرا بشه. از این تابع دای رو تو ذهنتون داشته باشه بعدا مثلا من میخوام به دیتابیس وصل بشم میام یه جا برمیگردم میگم اگر وصل شد اوکی اگر نشد دای کن صفحه رو بکش یعنی چی اجازه نده که بقیه کد رو اجرا بشه مثلا کلی خطا ببینه نه پس اومدم اینجا از دای دارم استفاده میکنم. اف اوپن هم یه تاب است مثلا هم رید فایلی که دارید شما رید فایل فقط فایل رو رید میکنه میخونه ولی اف اوپن شما میایید اسم فایل رو بهش میدید حالا مود داره R داره W داره X داره حالا به این حالت ها دارید. من فرض کنم R رو میزنم یعنی که میخوام رید کنم میایید اینجا همون F-readی که داشتیم در واقع F-read یعنی بیا از همین F-openی که هستش از نوع تابع ریدشون بیا استفاده کن. میام اینجا فرض کنم میام که اکو بیایم و تو اچما قرارش بده بیرم کانکتش میکنم دیگه بیام اینجا و کانکتش میکنم افرید رو و میگه اسم اون ریسورس رو میبینی ریسورس رو تو داره میگه بده برمیگردم دیتاس اسمش و میگه که ببین طول لنسش رو هم اینجا به من بده دستوری داریم به نام اف سایز و همین چیزی که اینجا در واقع دارید فایل سایز باش من دارم فایل سایز و میگه یه مقدار رو به من بده این مقداری که در واقع فایلش رو من بهش بدم همین مقدار اسمی که وجود داشت اسمش چیه data.txt همین رو بهش میدم یا دیگه هیچ یا طول رشتهش حساب میکنه این فایل سایز رو بهش میدی این مقدار رو بهش میدی طول سایزش رو حساب میکنه این دیتا هم که فایل توشه و میاد چیکار میکنه بعد با توجه به الگوریتمی که تو خود همین تابع افرید هستش میاد تک تک دیتا هایی که توش هستش رو شروع میکنه به خوندن. شبیه پایتون نیستش که مثلا شما بتونید خیلی راحت بیاید اینجا یه سری موارد رو قرار بدی و میخوای ریدش کنی مثلا اینتر و برو از این حرفا نه همچین چیزی رو اینجا نداری و در نهایت انتهاش هم میاد چیکار میکنی میای فانکشن رو کلوز میکنی که گزینه داره نام اف کلوز و مقدار داره دیتا رو بهش میدی و فایل رو میبندی مثلا و یه فایل رو اجازه نمیده اگه تمام فایل ها خونده شد انتهاش رو ببر و الان هم بزنی ببینی باز هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. پس من اومدم
یه از فایل رید استفاده کردم. اینجا اومده مثلا نوشتم h1 و در فرض کنید کانکتش رو میکنم. در واقع فایل رید رو استفاده کردیم، فایل رید فایل روش فایل رید فایل و مقدار دیتا رو بهش دادیم. این درجه اومد تو فیل کام میذارم یه خط فاصله. باید به این شکل چیکار کرد؟ فایل کل فایل ها رو خون دیتا رو به این بالا که داره ببینید به این شکل اینجا چیکار کرد؟ حالا هفته رو دیمه گذاشتیم و اینجا ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم مقدار رو برامو براش خط فاصله گوشتیم. اینجا اومدیم از اف اوپن استفاده کردیم. خب از کدوم بهتر استفاده کنم؟ نه بهتون بالایی اوکی نیستش یه مدل های زب... برنامه‌نویسی دیگه زبان برنامه‌نویسی دیگه هم به این شکل هستش. اینا فایل رو اول اوپن می‌کنن، مشخص می‌کنن می‌خواد چیکارش کنه، ریدش کنه، رایتش کنه، جنریتش کنه. من میگم می‌خوام رید کنم. بردای هم که توضیح دادم اینجا اومدم گفتم که بیا رید کن، ریسورس رو بگیر و بیا فایل سایزش رو، یعنی در واقع لنسش رو من بده، طول رشته‌اش رو، چقدر طول رشته‌اش، بر اساس طول رشته‌اش اومدیم رو یه فرم می‌زنه توش دلش و میاد اجرا. از این یک کریئتور رایت هم داریم. ببینید کافیه من اینجا این رو بکنم دابلیو. خب حالا من اینجا اسمش رو می‌نویسم مثلا پرسن. خب به صورت بای دیفالت بذار اینو پاک کنم. این پرسن تکست وجود نداره دیگه اینجا دیگه، درسته؟ وقتی دابلیو داری رایت می‌کنی وقتی یه فایلی وجود نداشته باشه میاد می‌سازدش، اصطلاحا انگار میاد ایکس میشه. ایکس یعنی اینکه بیا کرییت کن. خودت هم کرییت در واقع رایت را در واقع بگیریم. میخواد شروعش بکنی میتونی در واقع بیا این قضیه رو ایکس رو بزنی و برات بیا جنریت شو. من دبلی میزنم اگه وجود داشته باشه که هیچی میاد شروع میکنه توش رایت. اگه وجود هم نداشته باشه میسازه. یعنی دبلی کار ایکس رو هم برای من میکنه. خب اما فرمولی که اینجا هستش ما اوپن کردم، حالا آیدنتیتی گذاشتم اینجا، من گذاشتم پرسن W. من هم متغیر درست میکنم، مثلا درست میکنم چه میدونم فرست نیم و اول میگردم میگم تو رد یه بک اسلش این هم میزنم میگم میدونی بک اسلش چیه این چیه و میگم میگم F right میگم رایتش رو میگم تو کجا، میگم توی دیتا میگم رایتش رو و اسمش چیه فرست نیم و میرم بعد last name میگم میگم مقدار آرمین بک اسلش این و F دوباره رایت مقدار مثلا دالر دیتا و مقدار راشت دالر لست اینشه مثلا یکی فادر نیم مقدار مثلا علی و اکسش نیم و F رایت مثلا دالر دیتا و مقدار فادر نیم و در نتیجه هم میاد چه هم بکنه بعد که تمامش کرده F رایت رو کلوز میکنه دیگه کلوز مقدار دالر دیتا و تمامش. خب میام اینجا میرم روی صفحه یه رفرش میکنم و میام اینجا میبینید پرسن رو ساخت و این دیتا رو میبینید اینجا برام. خب به چه درد میخوره؟ یه موقعی شما برمیگردن میگن دیتا رو بیا و دیتا رو از دیتابیس بخون، دیتا رو از دیتابیس بخون خب و بیا توی یه فایلی بریز، حالا مثلا یه فایلی رو بیا جنریت بکن و داخلش بریز. میتونی در واقع مثلا تکس مثلا اینجوری درست بکنید داخل وجود رو داشته باشه. حالا اگه پی دی اف بخواید استفاده بکنید کتابخونه پی دی اف رو توی پی اچ پی میتونید صدا بزنید و برای پی دی اف بسازید، یا بخوای اکسل درست بکنید در واقع کتابخونه اکسل رو صدا بزنید توی پی اچ پی و ازش استفاده کنید برای بسازید. پس میشه از همین قضیه اف اوپن و اف رایت بیا چیکار بکنید، بیا یه مقداری رو بسازید. منها اینکه اگه دبلیو بشه آر میتونید بخونید که از اف اوپن استفاده کردیم، از اف رید استفاده کردیم و فایل سایز رو هم زدیم خوندیمش، چیزی که اینجا در موردش صحبت کردیم. پس دو حالت داریم دیگه، یا رایت میکنیم یا رید میکنیم که اگر فایل وجود نداشته باشه خودش برامون میسازه. این هم بحث رید و رایتش بود که بررسی کردیم به این شکل و حالا
با توجه به پروژه‌ای که به شما می‌خوره می‌تونید اینها رو دیتاهاش رو جنریت بکنید دست خود. خب طبیعتاً اینجا وقتی دیتابیس داری می‌خوره دیگه تورش نیست، مثلا میشه یوزرنیم، پسورد، اسم پروداکت. موارد رو اینجا قرار میدید دونه دونه رایتش می‌کنی میاد میره توی پروژه قرار میگیره و همین راحتی. مثلا می‌خوای اینا رو جدا کنیم، نه میاد میگه یه گزینه می‌ذارم سپریت و میام اینجا انقدر مقدار می‌ذارم یه بک اسلش این هم میذارم و اول میگردم میگم رایت مقدار داده دیتا و سپریت رو الان میزنم یه رفرش دیگه بکنم. خب طبیعتا میاد آخرین مقدار اعمال میشه. میبینیم میاد اینجا جدا میکنم، مثلا یوزر یک که تموم شد بیاد یوزر دیتا اول که تموم شد به دیتا بنشین.